من به پشتیبانی این ملت دولت تنگ می کنم. من تو دهن این دولت می زنم. شخصا داستان آرش کمانگی رو خیلی دوست دارم. احساس می‌کنم خیلی داستان اسطوره‌ای، حماسی باحالیه که خب خیلی از تمدن‌ها شبیه این داستان رو اینجوری ندارن. It's a Valentine's Day. صورت مسئله ها پاک می شود. آرامش پس از طوفان بر خیابان های تهران حاکم می شود. زندان ها پر می شود. رهبر همه را دشمن می پندارد. رئیس جمهور با زور مشروعیت می طلبد. اعتراض فتنه نامیده می شود. آمار بیکاری بالا می رود. کروبی رفراندوم می خواهد. کلینتون ایران دیکتاتوری نظامی را دوست ندارد. اوباما با مشکلات داخلیش درگیر است و تا اسم ایران می آید یاد تحریم می افتد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریم ها را دست کم نمی گیرد. امام جمعه ها یکی پس از دیگری به صحرای کربلا می زنند. دو در بازی و دروغ فرهنگ غالب سیاستمداران ایرانی می شود. سازندگی جایش را به تخریب می دهد. مردم هنوز برای شیر صف می ایستند. موش و لاک پشت و کرم به فضا فرستاده می شود. عملیات سلب آزادی از مردم با رمز حیدر حیدر آغاز می شود. ایران پشت قباله گروهی است که خدمت آقا با دستمال بهتری
میرسند. گروهی خاص با عقایدی خاص‌تر راضی ترین افراد ایران زمینند و باقی مردم ناراضی ترین افراد این خاک از زمان کوروش کبیر تا کنون. اینک آخر زمان است شاید، اما به قول بیضایی همچنان خورشید به آسمان و زمین روشنی میبخشد و در سپید دمان زیباست. ابرها باران به نرمی میبارند، دشتها سبزند، گزندی نیست، شادی هست، دیگران راست. آنک البرز بلند است و سر به آسمان میساید و ما در پای البرز ایستاده ایم و در برابر من دشمنانی از خون ما با لبخند زشت. و من مردمی را میشناسم که هنوز میگویند آرش باز خواهد گشت. قصه آدم هایی که دوست داشتن دنیا رو عوض کنن ولی خودشون عوض شده. مثل تاریخ 2500 سال ایرانه بعد از 7 لیوان قهوه. مثل سامان که میخواست دنیا رو عوض کنه ولی خودش شده این. هنوزم سعی می‌کنه. و بدین سان ما که در کودکی رؤیای عوض کردن دنیا را داشتیم، نه تنها نتوانستیم دنیا را عوض کنیم، بلکه دنیا اساساً ما را عوض کرد. خلاص. آخرین برنامه پارازیت در امسال بود، در این سال شمسی که قرار داریم. فردا عید، دو ساعت قبل از سال طویل، برنامه ویژه نوروزی ما با عنوان نوروزیت آغاز خواهد شد و پر از رنگ و موسیقی و خنده و این حرفا. مرسی و شب همگی بخیر تا فردا.